Dan setinggi hati. سلام بچه همونه، حالتون حسابی خوب باشه؟ آرش کمانگیر هستم از شهر یوتیوبری سوئد. اینجا دعوت شدم واسه برنامه چهارشنبه سوری. ساعت الان یک عصر هستش، همه مشغول کارم. 5 ساعت دیگه قراره که رسما این برنامه برگزار بشه. من واسه اولین بار اومدم این شهر. احتمالاً تو بلاگ قبلی نگاه کردین، امروز یه روز خیلی پرکاری خواهیم داشت اینجا و سعی میکنم که از همه قسمتاش گزارش بگیرم، با مهمونا مصاحبه کنم و این حرفا. دیگه بیش از این صحبت نمیکنم، بریم سراغ برنامه. اینجا هم منبع چوباست، چوبایی که واسه همین امشب میخوام آتیش بزنن. چهارشنبه سوری اینم چوبایی هستش که قراره روشن بشه واسه پریدن از روش. دیگه رسم اصیل چهارشنبه سوری قراره اینجا برپا کنیم. الان فقط سانچک خواننده ها یکی میان سانچک صداشون رو چک میکنن که اوکی باشه تا اجرا اصلی داشته باشن. یه نکته جالب بگم، اینجا نگاه کنید، این کوه یخ و برف اینجا رو کلا جمع کرد. حالا یه ذره بارون اومد کمک کرد، انقدر سفته که به راحتی آب نفکن تا سال دیگه طول بکشه آب شه. چه خبر؟ خب فقط یکم سرما خوردم. اوه صدات ولی خوبه، من گرفتم پس دیگه. ولی اوکیه صدا. نه آره عالی بودی، ولی سرده. تو که عادت داری بابا، اینجا سوئد ها. ولی فهم وقتی که سرما خوردی نفس بار میفهمم. دو سه سال ندیدم دیگه از گاتالنت. آره دقیقا همین بود، داشتم تو ذهنم ادیتش رو تصور میکردم. خیلی خوب بود. بچه ها نگار یکی از شرکت کننده برنامه گاد تالنت بود. اگه نگاه کردی فکر کنم قسمت اول بود آخرین اجرا، چون ادیتش رو کردیم همین چیزی فکر کنم. آره آخرین اجرا بودش، خیلی اجرای خوبی داشت اونجا، همه موی تن اون سیب شد. بچه این استیشن واسه تیم خبری ایران اینترنشنال هستش، قراره که لایف بره کلا این برنامه دیگه امشب. میبینیم بتونا رو دارن میذارن روی این که اینو باد نبره. میبینین شهر خیلی شهر بادی است، باد زیاد میاد. درسته؟ افتضاحه. شما این شهر زندگی میکنید؟ بله. همیشه باد میاد؟ آره. ای بابا. ولی این دیگه واقعا کنده نمیشه، خیلی سنگینه. هر کدوم 50 کیلوه؟ الان با لگد زدیم مشخص شد چند کیلوه. مثلا میگم خیلی جالبه، تو ایران اینجوریه که خواننده ها با ماشین و زرق و برق و اینا، ولی اروپا کلا داستانش فرق میکنه. که خواننده رو با دو شاخه داره میره خونه‌اش رو ریلکس. خیلی باحاله، کلا من خیلی حال میکنم. نزدیک اینجا زیاد رو نیست. 12 دقیقه برو بس میبینیم دوباره. تا بعد، خدافظ. خدافظ. خب باشه ببینید که این ورم کامل شد دیگه رسما، مثل اون ور دقیقاً همین درستش کردم. بریم با هم دیگه نگاه کنیم که چیه اینجا دقیقاً. اومدن عکس تمام کشته شده‌های ریزش انقلابی اینجا زدن دیگه. بخوام وقتی عکسایی که دوباره نگاه می‌کنم اصلا یه حس خیلی عجیب غریبیه دیگه. واقعا روی همه اینا شاد. اینا فقط چند نفر از اون کشته شده هستن، خودتون می‌دونید که بیشتر از 500 600 نفر حداقل چیزی که رسانه‌ها اعلام کردن تا حالا کشته دیم سر انقلاب. کار جالبی که کردم اسامی تمام کشته شده را اینجا کامل نوشتن، اینکه اسمو نوشتن، چه تاریخی، از کدوم شهر و به چه دلیلی کشته شده. اینجا ببینید همه رو کامل نوشتن، خیلی جالبه. تعدادشون خیلی زیاده، از شماره 1 بگیر و
همینجوری که میاین 381 نفر رو اینجا اسمشو نوشتن. ما هم صدایی یار و همراهی با بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 پیروزی هماست آزادی اینجاست در مشت و در فریاد ما. بچه هم در کنار من کسی هستش که کلن پایه‌گذاری این برنامه چهارشنبه سوری بوده تو کل سوئد نه فقط این شهر. بله من رضا طالبی هستم. این جشن بیش از 33 ساله در این شهر به هر حال من بودم با همراه حتما دوستان زیادی تنها من نبودم. خیلی ها 33 سال. اینجا که متوجه شدم اینجا زنزنگازی به چند تا زمان نوشته شده. اینجا به چند تا زبان هستش کلا؟ 11 زبان ما سعی کردیم که بنویسیم و الان از اونجا اگه شما نگاه کنید اول اوکراینیه، بعد فارسی هستش، بعد فرانسوی هستش، بعد بلوچی هستش، بعد انگلیسی هستش، بعد سوئدی هستش، بعد کردی هستش، عربی هستش، آذری هستش. خیلی 11 تا. آره دیگه چیکار کنیم؟ ما در این شهر دوست داریم زبان. دمتون گرم. بس نباشید. شما خب یه ساعت دیگه مونده به شروع اجرا، هوا داره سرد میشه ولی وقتی مردم بیان آتیشا روشن شه اینا حسابی اینجا گرم میشه حسابی. انگار هنوز چی نشده آتیشا روشن شد. یه آتیشا میبرم میبینم بریم قسمت اینفورمیشن ببینیم چه خبره. اینفورمیشن اینجا حسن هم شیم اینا شما توضیح میکنین؟ اینا قراره بیفته توی آتیش. میره تو آتیش اینا؟ نه نوشتی نه به اعدام یعنی درسته؟ این قراره نه به اعدام بره توی آتیش ها. بچه دقت کنه همیشه یه مسئولی وایساده اینجا واسه آتیشا که کسی دی وقت نره. ببینید یکی اینجا وایساده اونورم چند نفر وایساده، یعنی با امنیت کامل این برگزار میشه. خیلی جالبه. چراغ اول میخوام روشن کنم اینو بنازم نبه ادام تو آتیش. ما افتاده این بغل زحمتشو بکشید. یکی دیگه هم میندازم. هر چقدر بخوای نبه ادام میندازم اینطور. مراسم آتش بازی که اینجا برگزار کردم مراسم خیلی کار خوبیه. چرا؟ واسه بچه‌ای که اینجا به دنیا میاد خب اندازه کافی از فرهنگ ایرانی چیزی دستگیرشون نمیشه، خیلی کمه دیگه. حالا پدر مادر چیزایی میگن ولی خب اینکه وقتی میان تو همشین فستیوالی و نزدیک آتیشو میبینن روش میپره اینا، خب این چیزی هستش که تو ذهنشون میمونه و میتونه نسل بعدیشون منتقل کنن. به نظرم خیلی کار خوبی میکنن که این مراسم رو اینجا تو سوئد برگزار میکنن. کاش تو همه کشورها ما اینو داشتیم. تو آلمان ندیدم به اون صورت مثلا اینجور مراسم باشه و کشورهای دیگه، ولی سوئد همیشه پیشواز بود. از سالیان قبل این مراسم رو برگزار کردن هم تو استکهلم هم تو این شهر یوتوبوری. دمشون گرم. برام یه ذره گرم شم، واقعا خیلی سرده اینجا هوا. خسته نباشی دوستان. دمتون گرم. من شما رو نمیدونم. به خدا فکر میکنم یه جایی دیدم. تو اینترنت دیدین؟ یوتیوب ویجی اینترنت؟ نه فکر نکنم. تو یوتیوب دیدین؟ کجا
جواری زندگی میکنی؟ نه تو یوتیوب شاید دیدیم، تو کانال یوتیوبی. درسته؟ وای من عاشق برنامه آدم که همش میری همه جا رو نشونی وای خدا کجای خودت؟ من آلمانم عزیزم، موفق باشی. عزیز داریم فدا تو. من همیشه برنامهات نگاه میکنم. باعث فخرمه. خیلی ما خیلی جالب بود میگی کجا. خیلی قشنگ، باعث یه دونه فیلم ازت بگیرم. آرش جان که همیشه برنامه های جالبی داره، همه جا رو نشون میده، جاهای خیلی جالب و اتفاقای جالب و آدمای جالب. فخرم. اکثر برای من بگیرید دایشون. شما بگیرم. آرش جون. خوشحالم. خیلی خوشحالم از اینکه میبینم. عزیز علیف برنامه فوق العاده است. باشه خوب میبینمت. خوش وقتم. خوش وقتم. اینم پسرم پارسا. سلام. خوبی؟ خوش وقتی. آره حتما. سلام. دمت گرم، اجراتون خیلی باحال بود. اسم گروهتون چیه؟ اسم رقص ریرا. ریرا؟ میخواین اسمتون رو یکی یکی معرفی کنید خودتون رو؟ متین هستم. سارا. رومیلا. سپر هستم. سارا هستم. زن زندگی آزادی. در مورد پرفورمنستون یه توضیح میدین لطفا؟ هدفی که ما داریم این هستش که بتونیم حرفامون رو در حقیقت به گوش کسایی برسونیم که نه گوششون چشم داره نه چششون گوش داره. به این منظور میگم ما یه گروهی هستیم که تنها مشکلی که با مسئولین ایران داریم اینه که به هیچ جوونی رحم نمی‌کنن، به زندگی رحم نمی‌کنن. تنها کاری که میتونیم بکنیم این هست که به صورت نمایشی تصویری از جنایت این رژیم بخوایم نشون بدیم. به این دلیل ما این ماسکا رو درست کردیم که بتونه یک رابطه‌ای داشته باشه با مسمومیت بچه‌هایی که تو ایران مدرسه میرن و نشون بدیم که در هیچ جای دنیا یه همچین حرکتی که ضدیت کامل با بشریت داره رو انجام نمیدن ولی در ایران داره انجام میشه. مرسی از شما. مرسی. خب بچه دمتون گرم، اجرا خیلی باحالی داشت. اجرا کردی زبون شیرین خیلی باحال. چه حسی داشتون بالاش اجرا میکردی؟ من این آهنگو چند بار میخونم فقط برای اتحاد، چون برگرفته از اتحاد کرد و لور و بلوچ و عرب و بین اقوام هیچ تفرقه نندازن، اتحاد باشه، اتحاد باشه. بله کرد آزادم لتاریخی بشر آزادم، من نه حکم و من نه اعدام و نه زندانم دوه، پرچمی عدل و بشی آزادیم، من شرافت من اصالت من که انسانم. بیشتر انگ تجزیه طلبی به کردان نزنن یا مثلا به عربی یا به هر اقوام دیگه ای. تنها تریبونی که دارم همین هنرمه، بتونم صدای مظلوم ایران باشم. وطن جان تو را آباد میخواهم و در تو شادی مردمانت را میخواهم، زهر زنجیر و بند و قصه آزاد میخواهم، دلت خون است میدانم، سیاهی می رود اما تو از لبخند شوق کودکانت خرم و مسرور غرق التیام و نور خواهی شد. من خواستم شخصا، یعنی ما خواستیم که صدای تمام مردم ایران مخصوصا زنایی باشیم که 40 و چند سال اجازه آواز خوندن و صحبت تو اون کشور رو ندارن، و از این طریق هم بگیم که دخترای کرد، دخترای ایرانی، دخترای بلوچ، دخترای آذری محکم وایسادیم جلوی تمام این استبداد جمهوری اسلامی. خب امروز
زدن حسابی گزارش کردن میکنم در کنار اینکه از هموطن عزیز از خود این شهر هستن، درسته؟ بله، من 20 ساله که ساکن یتوبری هستم. 20 سال تو این سرما چیکار میکنید؟ 20 سال که خیلی خوش میگذره، همیشه که سرد نیستش. امسال حالت از یکی از سالهای خیلی سرد هستش. شما میخواستید شعر با شما بخونید؟ آره، یک شعری هستش که از سیاوش کسرایی، آرش کمانگیر، که فکر میکنم باید اینو تقدیم کنم به آرش کمانگیر. این میگه آری آری زندگی زیباست، زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست، گر بیفروزیش رقص شعلهش در هر کران پیداست، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. اینم تقدیم به آرش کمانگیر. مرسی ازت، مرسی، خوشحال شدم. خب سه تا جوان پیدا کردم اینجا، یکیشون قایم شده اون پشت با پرچمای شیر و خورشید. اسم شما؟ اشکان. ایلیا. گابریل. اینجا چیکار میکنی؟ ما اینجا بر چهارشنبه سوراری. اینجا به دنیا آمدی؟ آره. ولی با فرهنگ ایران آشنایی داری کاملا؟ نه یعنی میشناسی فرهنگ ایرانو؟ آره میتونم فارسی حرف بزنم. خیلی واسم جالب بود که تو که اینجا به دنیا اومدی شیشات پرچم شیر و خوشی رو با خود آوردی. دادای اسنا کینا که اینا کی میرن امیدان اینا فاگا اومدی که امید بدی بچه داخل ایران. آره درسته، دمت گرم. این خود این چشم‌بندایی که داریم برای اون دختران و پسرانی که توی همین تظاهرات‌های ایران. آقا داریم رکورد می‌کنیم. ها؟ احترام تمام دخترها و پسرهای جوونی که توی اعتراضات اخیر به ضرب ساچمه چشمشون رو از دست دادن. بله، همین که نوشین میگه، برای این مبارزه زن زندگی آزادی ما امشب یه اجرا داریم، Voice of a Free Iran انسام. هنرمنده هستیم که الان اجرا داشت، اجرا خیلی خوبی هم داشت. کار خودت بود؟ آره آره، کار خودم بود. حس کردم چون شعرش واسم خیلی نو بودش. آره، هم ترانش مال خودم بود، هم ملودیش کار خودم بود. این چهارشنبه سوری با همه چهارشنبه سوری که داشته فرق میکنه نه؟ بله کاملا، چهارشنبه سوری اعتراضی بود این دفعه و ما همه جمع شدیم، واقعا مثل تظاهرات، یعنی همه جمع شدیم که صدای مردم ایران باشیم. با کمال میل خواستم که بیام و به این طریق قولی قدم خیلی کوچیک و ناچیزی برای مردمم بردارم. با هم برای ایران، برای آزادی، برای برابری، بر فریهیت، بر یملیکیت ایران، زن زندگی آزادی، کوین نالی فریهیت، الله تیر سامانس. همه
برنامه‌ای که میاریم اول اسم شما میاد بالا، بعد خیلی هم ذوق می‌کنیم چون چیزای واقعا فوق‌العاده‌ای می‌ذارین، هم راجع به ایران هم به هر جایی که مسافرت کردین ما نگاه می‌کنیم. خوشحالم میشه اینا. خیلی عالیه، من کیف می‌کنم برنامه‌هاتون رو می‌بینم. واقعا انگار یه خانواده. چقدر حس خوبیه واقعا اینکه مثلا من آدما میان صحبت می‌کنم میگن که ما حس می‌کنیم دقیقاً با خنده‌ات می‌خندیم، با ناراحتیات ناراحت می‌شی، یا مسافرتات باهات مسافرت می‌کنیم روحیه می‌گیریم. مثلا خیلی محشر برنامه‌تون هست واقعا، تا آخر ما نگاه می‌کنیم. مسافرتایی که رفتین و از یوتیوب دارین یاد می‌گیریم که مثلا رفتیم اون مسافرت اون کشور، این اشتباه رو مثلا نکنید. برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم خواهرت خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن. We are from Parian. Parian. All from Sweden. All from Sweden. همه دخترها از سوئد هستن، ولی جالبه که با هنگ برای رقصیدن، این واسه هم خیلی جالب بود. How you feel that? Well, I choreographed it because actually my parents are a bit Persian as well. Really? Yeah. So they lived in Iran. But you can't talk Persian. No, I cannot. I wish I could. And I've been to Iran several times and I love it very much. And so I know of the culture. And when I heard this song, I think that not just every woman, but every person in the world should have their own freedom and their own choice. برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری. Which stands for women's rights and for all the people that is misbehaved by the community and just stand for what's right in the world. برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش. Yeah, I think it's an amazing song and I love that it talks about like nature and the dying trees and stuff. It really tells us we really need to care for what we have. خیلی واسم جالبه که از ملیت‌های مختلف میان صحبت میکنن در مورد آهنگ برای زن زندگی آزادی و اینکه این احساسو به بقیه هموطنان هم میدن با این رقص زیبایی که داشتن. حالا ازش میخوام که زن زندگی آزادی با هم دیگه بگن. Could you say all together زن زندگی آزادی؟ زن زندگی آزادی. برای غصه‌های اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی. برای آزادی. آهنگ بعدی یه آهنگ به هممون نزدیکه، هممون شنیدیمش، باش بزرگ شدیم، خیلی عزیزه و فکر میکنم از چند وقتی پیش دیگه همیشه با یه شخص خاصی، دختر جوان که پر از عشق زندگی بود، پر از شادی بود، پر از شوق زندگی بود، نیکای شاکرامی. و اینو در واقع میخوام تقدیم کنم به نیکا و همه عزیزان دیگه که در این مسیر آزادی در واقع جانشون از دست دادن. یه دل میگه برم برم، یه دل میگه نرم نرم، طاقت نداره دلم دلم بی تو چگونه. دنیا دنیا با یاد
شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی. دستون فخیرم زن، زندگی آزادی، زندگی کوه بلنده زن، زندگی آزادی، هدفم نقطه اوج زن، زندگی آزادی، راه فتح قله بنده زن، زندگی آزادی، نوا حضرت نوا بوده زن، زندگی آزادی، نوا نغمه ای سروده زن، زندگی آزادی، قاتل ها بی نهایت زن، زندگی آزادی، روزمون دیده بوده پیروزی نزدیک بودن زندگی آزادی، آ پیروزی نزدیک بودن زندگی آزادی، وای پیروزی نزدیک بودن زندگی، همه با هم پیروزی نزدیک بودن تشکر. خب در کنار یکی از برگزار کنندگان این جشن هستیم، جشن چهارشنبه سوری، ولی این چهارشنبه سوری قبول داری با همه چهارشنبه سوری ها فرق میکرد دیگه، حس و حال چیه؟ چی فکر میکنی؟ دقیقاً آرش، همونطوری که تو گفتی، چون این چهارشنبه سوری یادبودی بود از کشته شدگان انقلاب زن، زندگی، آزادی، و از همه مهمتر چون تکرار شعار زن، زندگی، آزادی به چند زبان میشد و اصلا تمام فضا این اطراف یا حتی موزیکای خواننده‌ای که داشت پخش میشد یا اجراهایی که انجام میشد همه با یه شعار بود، و اینکه اینقدر تکرار میشد، بیان میشد انقلاب ما زنان ایران، برای من خیلی ویژه بود و خیلی خوشحال بودم. با ارزشه. با ارزشه. البته بعد از یه تیمی که برای برگزاری این چهارشنبه سوری تقریبا یک سال تلاش میکردن، هر دو سه هفته یه بار جلسه میذاشتن که بتونن همچین برنامه، آره واقعا واقعا همچین برنامه‌ای برگزار کردنش کار راحتی نیست. من خودم سه چهار روز اینجا میبینم که چقدر داریم دوندگی میکنیم، ولی از هفته ها ماه قبلش مطمئنا خب خیلی واسش زحمت کشیدیم. دمتون گرم، واقعا خسته نباشید. من از خودت تشکر میکنم، دمت گرم فدا. که بلند شدی اومدی اینجا بارونه. سرمای سوئد خیلی کار درسته، خیلی درجه کسی از همه مهمتر خیلی مردم خوشحال بودن که تو رو اینجا میدیدن. منم خیلی خوشحال شدم که وقت گذاشتی اومدی اینجا. اینقدر انرژی گرفتم الان میتونم پیاده تا آلمان برم. نه پات یخ زده، نمیتونی تا اونجا راحت بری. انرژی خیلی بالا بود. باید دمت گرم، خسته نباشی. با امید آزادی ایران. با امید آزادی ایران. سال دیگه چهارشنبه سوری جشن آزادی ایرانو میگیریم همینجا توی اتوبوس. نه دیگه آزادی، نه همینجا، نه همه بریم ایران، همه هم میریم ایران. حالا اونایی که نتونستن همینجا دیگه چهارشنبه سوری آره بگیرن دیگه، پخشش میکنیم. باشه. آتیش هم اینجوری خاموش کردن و دیگه با این حرکت اینکه دیگه برین خونه هاتون بسته.
خب بچه این بود از برنامه امروز، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. البته خب بیشتر برنامه واسه فان نبود، واسه تفریح نبود، واسه یادبود بود و اینکه همبستگی با مردم داخل ایران و جنبش زن زندگی آزادی که از همه چی واجب‌تر و مهم‌تر هستش. امیدوارم که این جنبش، امیدوارم که 100% این جنبش به نتیجه میرسه. به امید اون روز تلاش می‌کنیم و دست از تلاش بر نمی‌داریم. مراقب خودتون باشین. مرسی که تا الان ویدیو رو تماشا کردین. تا برنامه بعدی، ویدیو بعدی، خدافظ.